سلام، در برنامه امروز میخوایم بریم سراغ کسی که شهرتش به دلیل سخنان عجیب و جنجالی در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست، ورزش، سینما، اقتصاد، تاریخ و فلسفه است، اما هیچ تخصص آکادمیک و سابقه روشنی در هیچ کدام از این زمینه‌ها نداره. اما در هر صورت خودش رو تئوریسین یا استراتژیست نظام میدونه و اسم خودش رو گذاشته دکتر حسن عباسی. هرچند تو هر جلسه‌ای که با دانشجوها میذاره بهش میگن بی سواد. خب دیگه عادت کرده که بهش بگن بی سواد و دکترایی نداشتش رو به چالش بکشن. اصلا خوشش میاد. بارها و بارها تو جلسات مختلف بهش گفتن آقا تو که اصلا دکترا نداری. اونم هر بار یه جور شالاتان بازی درآورده. اصلا میگه دکتر بودن که به مدرک نیست. دکتر بودن یعنی اینکه دکترین ارائه کنی. بذاریم یه نمونهش رو ببینیم. ببینیم وقتی دانشجو بهش میگه بی سواد چطوری جواب میده. شما دکترا نداری. من بی سواد. اگه رئیس جمهورتون نگفت من بی سوادم. چرا جواب من نمیتونه بده؟ میره شکایت میکنه. ضمناً این نوکرم تو تریبونا به رئیس جمهورتون بگو. بگو آقای روحانی. 57, 58, 59, 60, 61 تا میرسیم به 74, 75, 76 چرا مینوشتی دکتر روحانی؟ که سال 60-77 بری تو انگلیس از انگلیسی ها دکترا بگیری. چه اتفاقی افتاده؟ شما اینقدر طرفدار انگلیسی آقای روحانی؟ اینه. بعد از قیام 88 به فرمان خامنه ای یک قرارگاهی ساخته میشه موسوم به قرارگاه عمار که این حسن عباسی هم یکی از سرکردگانشه. این قرارگاه پشتیبانی کامل خامنه ای رو داره و به همین پشتیبان است که نفرات این قرارگاه به راحتی هر حرفی رو میزنن، حتی تشویق به تروریسم. مثلا همین حسن عباسی یه تروریست به تمام معناست، هیچ تعارف هم نداره، خیلی رک و پوست کنده اندیشه های تروریستش رو بیان میکنه. ملاحظه بفرمایید. به خدا، با خدا عهد می‌بندم و با خون شهدا و با این ملت که برای خشکاندن ریشه نژاد آنگلوساکسون قطعاً استراتژی‌ها و دکترین‌های آنچنانی رو به حول قوه الهی تهیه کنم و روی سایت‌های اینترنتی بگذارم. اگه 11 نفر تونستن 11 سپتامبر رو به وجود بیارن، شما می‌دونید که این امکان برای ما وجود داره که اقدام کنیم. ما سلاح اتمی نیاز نداریم. شما 6000 کلاهک اتمی تو خاکتون دارید. اون 6000 کلاهک اتمی آماج طراحی‌های ماست برای اینکه در اونجا جنبش‌های چریکی برن همونا رو منهدم کنن. نه جنبش چریکی ایرانی، از تمام کشورهای اسلامی. میتونی همه رو از اونجا اخراج کنی. ما روی مکزیکی هم داریم کار میکنیم. چطوری و با چه زبونی بگه که تروریسته و دنبال عملیات تروریستی تو خاک آمریکاست؟ الگو 11 سپتامبر. نیرو هر کی که مزدور بشه از هر کشوری. به این میگن صدور بنیادگرایی و تحریک آدمها برای جنایت علیه بشریت. کوتاه بیا هم نیست و هر بار تکرار میکنه. ببینید. ما اعلام کردیم و من رضایت می‌کنم تا این حال سعود رو جمع نکنیم، تا بشین سلیمیسی رو در 25 سال آینده وسطش نرسیم، تا آمریکا رو تبدیل به جمهوری اسلامی نکنیم، خاک سلیم رو بکنیم حسینیه، دست از سر اینو برداریم. عباسی همیشه ادعا میکنه که تو جنگ ضد میهنی بوده و در فلان و بهمان عملیات شرکت داشته. هر جنگ که متولد سال 45 و در پایان جنگ در سال 67 تازه میشده 22 سالش. تازه این سابقه رو هم شمخانی تو یکی از برنامه‌های تلویزیونی زیر سوال میبره و میگه که اگه امسال عباسی به جبهه میومدن که کمبود نیرو نداشتیم. اما خب ید طولایی در تئوریزه کردن سرکوب بین نیروهای سرکوبگر داره. البته واسه خودش افتخارات دیگه ای هم ثبت و ربط کرده. ببینین از بالاترین افتخاراتش تو نیروهای سرکوبگر بسیج و انصار حزب الله چیه. چند تا چیز رو توی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی انقلابیون من باب کردم. یکی آستین کوتاه. من همیشه آستینم بالا بود. پیرناشون همیشه روی شلوارشون بود. شما از همون اوایلی که من تو جبهه بودم می‌بینیدم پیرنم زیر شلوارمه. 62 63 من عینک ریبن می‌زدم چون با خوزستانیا بودم، میگفتن که تو ریبن مال آبادانیاست، میگفتن که اگه لاف میزنن ریبن میزنن. بعد عکسای دفاع مقدس منو میبینید، من عینک ریبن دارم. خب این عجیب بود، یه بسیجی باشه صورتشو با تیغ بزنه، پیرنی زیر شلوارش باشه، آستینشو تا کنه بیاد بالا. من کنار دستای لطفیان همیشه عینک امریکن اپتیک میزدم. 120,000 تومان اون موقع که حقوق ما 10,000 تومان بود، من عینک امریکن اپتیک خریده بودم. عینک زدن تو بچه حزب الله یار من باب کردم، اوت کلون زدن رو من باب کردم، آستین کوتاه رو من باب کردم. این بچه انصار حزب الله اول که اومدن پیش ما، اول ریشا انقدر، شلوارا شیش جیبه،
یه مدت که گذشت صورتاشون رو با ماشین میزدن، مرتب میشدن. میگن اونی که خیلی میدونه بیشتر سکوت میکنه و کمتر حرف میزنه، اونی که مقداری میدونه گاهی سکوت میکنه و مواقعی هم اظهار نظر میکنه، اما اونی که هیچی بلد نیست فکر میکنه همه چیز رو میدونه و در مورد همه چیز اظهار نظر میکنه. مصداق بارز این نکته همین عباسی که در همه زمینه‌ها یه حرفی واسه گفتن داره و اصلاً و ابداً نمیتونه سکوت کنه. خوبه یه نگاهی هم بندازیم به دکترین زیست محیطی عباسی. الان تمام سدهای کشور آبش خشک شده، کم شده، یک دلیل اصلی بیشتر نداره. معصیت بالاست. ما به قرآن اعتقاد داریم یا نداریم؟ حرف قرآن اینه، میگه اگر در قریه‌ای، در مدینه‌ای، در شهری، در روستایی مردم ایمان بیارن، تقوا داشته باشن، از آسمان و زمین برکات رو براشون نازل میکنیم. طرحهای هواشناسی، مسائل محیط زیست اگر جواب میداد، آمریکا امروز 2/3 در خشکسالی وحشتناکی به سر نمیبرد که در کالیفرنیا اینا اعلام وضع اضطراری کنن، پلیس آب بگذارن، هر کی این گونه مصرف کنه مثلا دستگیرش کنن. همین وضعیت داره تو تهران رخ میده. اگر دیدید با طرحهای این چنینی وضعیت آب و غیر و ذلک حل شد، مگر اینکه دوباره بزرگان اهل اخلاق رو صدا کنن برن تو بیابونها نماز استسقا بخونن، خدا به بعضی از این بزرگان رحم کنه، دوباره سدهای ما پر آب بشه. دکترینش رو ملاحظه کردید؟ کافیه یک گوگل کنید و در یوتیوب جستجو کنید و میبینین که انبوه حرفای عجیب و غریب در زمینهای مختلف داره، از فوتبال گرفته تا استراتژیهای نظامی. اما اجازه بدین ما هیچ چیزی در موردش نگیم و بذاریم جوانای ایران خودشون پاسخش رو بدن. ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم این کلیپ رو با هم ببینیم. خدا نگهدار. ما از احمدی نژاد میگذریم و توان ما ناخرج او نمیکنیم، اما کسانی من جمله شما وابستگان نظامی و میلیشیایی و اربابانتان که 8 سال او را تقدیس کردید و نظرتان به او نزدیکتر بود و امروز یک سوی میدان ایستاده و حاشا می کنید، باید جوابگوی خونهای ریخته شده شهدای 88 کهریزک ها سالها زندانی و شکنجه و شلاق دوامان اما در کمال وقاحت حامیان آن گفتمان حامیان احمدی‌نژادی است با بی‌شرمی و بی‌حیایی و با جس طلبکاری در چشم ملت نگاه می کنید و با انگشت اشاره به رئیسی نشان می دهید و شعار سر می دهید بوی رجایی بد بود بوی بهشتی آمد. همانا حسن عباسی، همانا تئوری شما، تئوری ترور و وحشت و صدور سلاح و جنگ و حمایت از بشار اسد دیکتاتور و خونریز است. آری تئوری شما بازی کردن با احساسات ملی و مذهبی مردم و دفاع از حرم های وجود نداشته و حفظ و عزت است. کدام حرم؟ آری تئوری شما دفاع از تئوری شما، گفتمان شما دفاع از قتل عام های فجیع غیر انسانی، غیر قانونی و غیر شرعی سال 67 است. آری گفتمان شما بالا رفتن از سفارت کشورهاست. تئوری شما خط بودجه مملکت را به حساب حزب الله لبنان می‌ریزد که به اعتراف خود حسن نصرالله سلاح، معاش، خورد و خوراک، حتی لباس‌های زیرشون را بودجه مردم ایران تأمین می‌کند. و کلام آخر این که ما خیانت‌ها و جنایت‌های شما را نمی‌بخشیم و نفراموش می‌کنیم و داغ دل مادران سرزمین من را مردم از شما خواهد.